سلام، شب بخیر. چیه؟ باز من دیدی تو تلویزیون جوگیر شدی، نمیتونی یه برنامه درست درمون هر شبی ببینی؟ حالا همش حرف باشه. حکایت اون یارویی که از بلندی پرید مصاحبه کردن، انگیزه چی بود؟ گفت من اگه اونی که هلم داد پیدا کنن. من کدوم ببینم؟ باطن شیطون ما رو از این بری میگیری، صداتم در نمیاد. وای که چقدر اسمس زدیم. بخونم؟ آخه اینجا جاش نیست که من بخونم. آخه یه جوون 29 ساله از خانواده خوب با ماشین و موبایل و درآمد مکفی، چشم ابرو هم که می‌بینین، بعد چیکار بکنم؟ به کلاغه گفتن شاهدت کیه؟ گفتم به روباهه. بیمه نمی‌کنم ما رو. چرا؟ بیمه بدنه. صدا خودم هم یه سایت قراره بزنیم. توپ توپ از اون سایت ها. گفتن لو نده فعلا. ما نمیگیم که سایت می‌زنیم که قراره سر صدا بکنه. چه جور سایت بگیر؟ اسمس دادن کوله پشتی. یعنی چی؟ کوله پشتی یعنی چی؟ یعنی چی آدم؟ این زیرو نمیبینی؟ گذاشتیم گوشه تصویر که ببینی دیگه. حالا باز اسمس بدن یعنی چی؟ اما مهمون داریم 20. اصلا اونجا سلام میخوای سلام بکنی؟ نه بابا لازم نیست سلام بکنی، اون دیگه سلام کردن کجا میگیره. اما بوس نکن هر سلام جان، خوش اومدی. حالا خودت به زبون خودت بگو میخوای جیب کیو بزنی. من ارسلان الان یکی از بهترین جیبرهای کشور. یعنی ما نداریم غیر ارسلان و چند تا دیگه که تو این اوضاع شلم شبای قربش برم بازم مردمو فراموش نمیکنن. یعنی همه جا اینجوری ها. آقا چی نوشتی اون زیر نویز زیر چونه منه؟ آنه نوشتی حشره کش؟ باشه با 2000 توش عیب نداره. جون من چیز دیگه نمیستی ها؟ آقا بیشترش بریم سر ارسلان. یه سری گزارش هم داری. میتی گزارشه چی بود؟ آخر بعدا میبینیم. باشه ارسلان سلام. ارسلان با یه چیزی آقا باید یه سازمان بابا ننه دار درست بشه برای حمایت از جیبرایی که تموم زندگی خودشون جوونی خودشون رو در راه جیبری از همین مردم مصرف میکنن. اما وقتی بازنشسته میشن به قول اون ضرب المثل که هر چی بولم واقعا ممنونم میر مدرس سعید توکل باریکلا. خیلی خندیدیم، یه قهو میخندیدن. ان شاء الله تو رادیو هم پخشش میکنم دوباره.